جالبه بدونید که خود امام زمان علیه السلام علت این که چرا ظهور رقم نمیخوره رو بیان کردن. به خاطر یک صفت که هنوز تو منتظران حضرت به وجود نیومده و خود آقا میفرمان اگر منتظران من رو خودشون کار بکنن و این صفت رو به وجود بیارن لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. توفیق دیدار ما به تأخیر نمیافته. اون صفت چیه؟ خود امام زمان علیه السلام میفرمان بعضی از منتظران و محبین ما اهل وفای به عهد نیستن. تو این ویدئو میخواییم درس وفاداری رو از مکتب آقا سید الشهدا یاد بگیریم تا مایی که خودمون رو منتظر امام زمان میدونیم تو مکتب حضرت مهدی علیه السلام وفادار باشیم. یاد بگیریم مثل مردم نامرد کوفه عهد شکن نباشیم و پای قول و قرارمون با اماممون وایستیم. قرآن کریم برای ما توضیح داده که هر انسان مسلمانی 3 عهد و پیمان به گردنشه که اگر سعادت دنیا و آخرت رو میخواد و اگر واقعا میخواد تو راه امام زمانش قدم برداره باید به این 3 عهد پایبند باشه. قرآن کریم میفرماد و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، به اون عهدی که با خدا بستید وفادار باشید. اولین قولی که ما دادیم و باید بهش عمل بکنیم عهدیه که با پروردگارمون بستیم. چه عهدی؟ خدای متعال تو سوره یاسین میفرماد الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، عهد نبستید که پیروی از شیطان نکنید. من و شما حداقل روز 10 مرتبه تو نمازهای واجب میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای تو رو میپرستیم، تو رو به عنوان پروردگار قبول داریم، قرار از تو مدد بجوییم. اما آیا واقعا تا حالا نشده تو زندگیمون راه خدا رو ول بکنیم و دست به دومن شیطان بشیم؟ نشده تا به حال به جایی که حرف خدا رو گوش بکنیم حرف شیطان رو گوش کنیم؟ اولین عهدی که هر انسان باید بهش عمل بکنه عهدی که با خدا بسته، عهدی که هر کسی که عمل نکرد و قولی که به خدا داده بود رو شکست و زیر پا گذاشت تو دنیا و آخرت خار و خفیف شد. مثل اصحاب سبت که قولی که با خدا داده بودن رو شکستن، زیر پا گذاشتن، برای همین تبدیل به میمون شدن و همشون از بین رفتن که قبلا ویدئوشو ساختم، میتونید از لینک بالا ببینید. اما نکته مهم اینه که عهد و پیمانی که ما با خدا بستیم دو طرفه است. بعضی از مردم میان میگن آقا ما با خدا قهریم، اصلا کاری با خدا نداریم. چی شده مگه که اینطور داری برای خدا خط و نشون میکشی؟ میگه چون خدا به حرف ما گوش نمیده، دعا میکنیم مستجاب نمیشه، از خدا یه چیز رو میخوایم مثلا انگار نه انگار. مثل اینکه اصلا این خدای شما ما رو دوست نداره. نه، خدا که هیچ کدوم از بنده‌هاشو فراموش نمی‌کنه. علت این که ما دعامون مستجاب نمیشه و گاهی اوقات بلا سرمون میاد همون چیزیه که تو دعای کمیل می‌خونیم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، خدای اون گناهایی که ما انجام دادیم که بلا رو به سرمون میاره ببخش. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، خدای بعضی از این گناهای من نعمت‌هام رو عوض می‌کنه، اونها رو بیامرز. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا من گناه کردم، من عهدم رو با تو شکوندم و برای همینه که دعاهای من حبس میشه و مستجاب نمیشه. شاید زیاد براتون اتفاق افتاده باشه که بچه کوچیکترتون امر میکنید که یه کاری رو انجام بده یا انجام نده، چند بار تأکید میکنید، وقتی میبینید اصلا به حرفتون گوش نمیده و محل نمیذاره، وقتی که میاد سراغتون و ازتون یه چیزی میخواد شما هم بهش محل نمیذارین، معطلش میکنین و این زودیا جوابشو نمیدین تا بگرده دنبال علت این که اون کاری که ازش خواستین رو انجام نداده. عهد شکنده که شما الان معطلش کردی. وقتی هم میاد میگه چرا فلان چیزو برام نمیخری، بهش میگه مگه تو به حرف ما گوش کردی که ما به حرفت گوش کنیم؟ خدای متعال هم تو جواب سوال ما میگه اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، به عهدی که با من بستید عمل بکنید تا منم پای قول و قرارم با شما باشه. و شما اگر میبینید لشکر کوفه اون جنایت ها رو تو کربلا کرد، اولین علتش اینه که عهدی که با خدا بسته بودن رو شکستن و زیر پا گذاشتن. فلذا آقا ابی عبدالله علیه السلام وقتی میخواد اونا رو موعظه بکنه میفرماد شیطون به شما مسلط شده، فراموش کردین اون عهدی که با خدای خودتون بسته بودین. اما دومین پیمانی که قرآن کریم بهش سفارش میکنه و هر مؤمنی باید انجام بده پیمان و قول و قراریه که با مردم بسته. اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، به عهدی که با مردم بستید عمل بکنید که اون دنیا ازتون سوال میشه. همتون شنیدید که خدا از هر گناهی که بگذره از حق الناس نمیگذره و حتما اون شخصی که دچار حق الناس شده باید جواب پس بده. یکی از مصادیق حق الناس
همین قولها و عهدهایی که ما با مردم بستیم، بهشون قول دادیم براشون یه کاری رو انجام بدیم، مشکلشون رو حل بکنیم، فردای محشر جلوی ما رو میگیرن و به تک تک این قولهایی که به مردم دادیم ازمون سوال میکنه. اصلا یکی از دغدغه‌های آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که مردم پای عهدشون وایستن. لذا توی روایتی ما میخونیم که حضرت میفرمان شما 6 تا چیز رو به من قول بدید که انجام میدین، منم بهشت رو براتون تضمین میکنم. یکی از اون 6 کار اینه که اذا وعدتم فلا تخلفوا، پای عهد و پیمانی که با مردم بستید بمونید و زیرش نزنید. اما علاوه بر عهد با خدا و عهد با مردم، یکی از مهمترین پیمانهایی که به گردن ماست عهد و پیمان ما با امام زمان علیه السلام، این همون عهد و پیمانی که اصحاب سیدالشهدا علیه السلام با اربابشون تو کربلا بستن و با آخرین قطره خون پای عهد و قولشون موندن. عهدی که قرآن کریم در موردش اینطور یاد میکنه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، بعضی از مؤمنان هستن که پای اون عهد و قولی که بستن صادقانه موندن و اونو به سرانجام رسوندن. آقا ابی عبدالله علیه السلام هم وقتی که اصحابشون تو کربلا به شهادت میرسیدن و رو زمین میافتادن، وقتی که بالا سر اصحابشون میرسیدن همین آیه رو تلاوت میکردن. ما اگه میخواییم از حماسه سازان کربلا یاد بگیریم و این محرمایی که میاد و میره یه درسی برامون داشته باشه، باید پای عهد و قول و قراری که با امام زمانمون بستیم باشیم. این عشقها و یبن الحسن گفتنها و العجل گفتنها، جمکران رفتنها و دعای ندبه خوندنها، این همون نامه هایی میمونه که مردم کوفه برای آقا ابی عبدالله فرستاده. ما هم به امام زمان میگیم العجل یا صاحب الزمان، بیایید ما قول میدیم پای کارتون بایستیم. این حرفا و فریادها زمانی ارزشمنده و زمانی ما منتظر واقعی حضرت هستیم که واقعا پای عهد و قول و قرارمون بایستیم، نه مثل مردم کوفه که اونا هم نامه نوشتن و زدن زیر قولشون. عهدی که تو دعای عهد ما هر روز میخونیم اللهم انی اجدد له فی صبیحه یومی هذا، من هر روز با شما عهد می‌بندم، هر روز با شما پیمان می‌بندم که پارکابتون باشه. و نکته مهم اینه که اگر شما می‌بینید تو کربلا بعضیا پای عهدشون با ابی عبدالله موندن و با خونشون از حضرت دفاع کردن، به خاطر اینه که اولا پای عهدشون با خدا بودن، دوم به عهدشون با مردم عمل می‌کردن و سوم هم عهد با امام زمانشون رو عملی کرد. شب عاشورا وقتی آقا ابی عبدالله به اصحابشون فرمودن از تاریکی شب استفاده بکنید، هر کس میخواد بره من بیعتمو ازش برداشتم، اولین شخصی که بلند شد مسلم ابن اوسجه بود. صدا زد آقا جان انو خلی انک، آیا دست از شما برداریم؟ چه عذری داریم که پسر پیغمبر خدا رو تنها بذاریم و به شهادت برسوننش؟ حسین جان اگر سلاح هم نداشته باشم با سنگ با این مردم نامرد میجنگم. اگر سنگ هم نبود بدنم رو سپر بلای تو میکنم حسین. شاید بگید اینطور صحبت کردن به خاطر اینه که هنوز جنگی رخ نداده، به خاطر هیجان و عواطفه. اما اصحاب سیدالشهدا تو میدان رزم هم پای عهدشون بودن. روز عاشورا مسلم ابن اوسجه وقتی که اومد میدان و جنگ نمایانی کرد، وقتی نامردانه زدنش رو به زمین افتاد، ابی عبدالله اومد سرش رو به بالین گرفت و همون آیه عهد از قرآن رو تلاوت کرد. حبیب ابن مظاهر اومد کنار برادرش مسلم ابن اوسجه رو در آغوش گرفت، گفت برادر اگر میدونستم که بعد از تو زنده ام حتما میگفتم به هم وصیتی بکنی تا برات انجام بدم. مسلم ابن اوسجه دست حبیبو گرفت، گفت رفیق قدیمی میدونم که تو هم بعد از من شهید میشی و به سرای آخرت میای، اما میخوام یه وصیتی بهت بکنم که بعد از من انجام بدی. حبیب گوشاشو آورد کنار لبای خونی و زخمی مسلم ابن اوسجه. مسلم دست بیرمقشو به سمت ابی عبدالله دراز کرد و گفت فانی اوصی که به هذا، من تو رو به حسین وصیت میکنم، نکنه یه وقت تو زنده باشی و خم به ابروی اربابمون ابی عبدالله بیاد. شما مگر میخواید داستان زعفر اون جنی که به کربلا اومد تو ابی عبدالله رو یاری کنه ببینید، حتما این ویدیو رو تماشا بکنید. یک نفر مانده از این قوم که بر میگردد. یا علی مدد.